کاربرای ایرانی بایننس با بالاخره چی کار کنه؟ این مشکلی که برای بعضی از کاربرای ایرانی به وجود اومده علتش چیه و چطوری میشه برطرفش کرد؟ درود بر شما من معین صادقیانم و خیلی خوشحالم که در خدمتتونم تو این ویدیو میخوام یه نکته مهم یه مسئله مهمی رو که برای خیلی ها مشکل ساز شده بود و نگرانی ایجاد کرده بود رو بهش پاسخ بدم و در موردش باتون صحبت بکنم بایننس با بزرگترین صرافی ارز دیجیتال صرافی که ها رو تحریم کرده خب مشکل رو چطوری برطرف بکنیم ایرانیا چطوری میتونن از خدمات بایننس استفاده بکنن بدون مشکل یا یعنی این مشکلی که به وجود اومده علتش چیه و چطوری میشه برطرفش کرد اجازه بدید که پیش از اینکه بپردازم به اینکه چطوری مشکل بایننس رو برطرف بکنم بپردازم به بحث امنیت بایننس و بعد اینکه آیا ما بهتره که از بایننس استفاده بکنیم یا یعنی. نه ببینید سایت بایننس یه سایت خب بزرگترین سایت ارز دیجیتال خیلی گردش مالی بالایی داره سایت بسیار معتبره و قطعا برای این اعتبارش هم یکی از دلایلی که این اعتبارش رو کسب کرده امنیت بالای اون بوده حالا بحثایی مثل آی پی بحثای قوانین خاص خودش یه سری قوانین داره که تابع در واقع تحریم های آمریکا یه سری محدودیت هایی رو برای کار برای دنیا میذاره اونایی که در واقع احراز نکردن یا ممکنه آی تغییر بکنه همه و همه برای اینه که یک سایتی رو داشته باشه که اولا از طرف کشورهای دنیا کمتر تهدید بشه خب برای همین ایرانی ها رو محدود میکنه و بعد کاربرانش با خیال راحتتر بتونن معامله بکنن تضمین بالاتری داشته باشن از لحاظ امنیتی وقتی میخوان کار بکنن برای همینم هم محدودیت های آی پی رو میذاره حالا ممکنه بعضیش از نظر ما منطقی باشه یا نباشه در هر صورت اینا جز سیاست های این سایته خب پس این کارا رو این سایت میکنه برای اینکه امنیتش بره بالاتر حالا اینجا یه مقدار به ضرر ما میشه چرا چون بایننس نمیخواد به ما ایرانی ها خدمات بده چرا که جزء تحریم های آمریکا هستیم تو لیست تحریم های آمریکا هستیم نمیخواد به ما خدمات بده چون میترسه که پولشویی صورت بگیری یا هر مشکل دیگه ای ولی از طرفی ما میخوایم که ازش خدمات بگیریم خب میایم ما از وی های نامعتبر ممکن استفاده بکنیم از وی مثلا استفاده بکنیم ولی یه موقع یادمون نباشه که آی پی تغییر کرده و وارد سایت بشیم و مشکلاتی پیش بیاد یا اینکه خود سایت بایننس برای که امنیتش رو بره بالاتر میاد و وی پی رو تشخیص میده چون تشخیص وی پی کار خیلی دشواری نیست برای وبسایت ها میاد وی رو تشخیص میده و محدودیت میذاره برای کاربری که از وی داره استفاده میکنه این اتفاقا در هر صورت داره میفته چون که ما میخوایم از بایننس خدمات بگیریم پیشنهاد چیه چیکار بکنیم من روز اول توی دوره ارز دیجیتال هم بارها گفتم توی بایننس ترجیحن کار نکنین روزه شکدار نگیرید یعنی خیلی سایت خوبیه خیلی خدمات عالی داره ولی خب چرا باش کار بکنیم وقتی ممکنه سرمایهمون به خطر بیفته و اینجوری دچار نگرانی بشیم پس بهتر کار نکنیم ویدیوی بعدی پست بعدی که براتون میذارم در مورد اینه که یک سری سایت ها رو بهتون معرفی میکنم که جایگزین مناسب بایننس توی چند تا پست بهتون میگم یکی از سایت ها که دقیقا خود بایننس یعنی همه معاملات داخل بایننس انجام میشه ولی خب سایت بایننس نیست همه اینا توی پست بعدی براتون مفصل میذارم حتما ببینید خب حالا کار برای که براشون مشکل پیش اومده اینا چطوری میتونن مشکلشون رو برطرف بکنن این کاربران تحقیقی که من کردم حالا من خودم اکانت بایننس دارم ولی معاملات بایننس انجام نمیدم به همون دلایلی که بهتون گفتم ولی تحقیقی که کردم دیدم که بهتر این دوستان توی یه فاصله زمانی مثلا 24 ساعت دو روز سه روز اصلا وارد اکانتشون نشن و بعد از اون با همون آی که اولین بار ثبت نام کردن و آی ثابتشون هست وارد بشن به احتمال خیلی زیاد این مشکل برطرف میشه ممکنه حتی شاید یه هفته لازم باشه شما صبر بکنید و بعدش وارد بشید معمولا این مشکل برطرف میشه اگر این مشکل برطرف نشد شما ناچارید که به پشتیبانی سایت پیام بدید یه ایمیل خیلی ساده بزنید حالا اگر خواستید اگر بعد یه هفته به مشکل برخورید و نتونستید ما متن اون ایمیل رو هم براتون میذاریم که اگه خواستید کپی پیست بکنید یه ایمیل انگلیسی خیلی ساده بهشون بدید که آقا ما اشتباه کردیم ما درست نخوندیم قوانین و اومدیم ثبت نام کردیم با وی استفاده کردیم حالا ما رو ببخشید دیگه اجازه بدید که بریم تو اکانتمون پولا رو برداریم و خدافظی کنیم و بعد هم همین رو بکنید توی یه صرافی دیگه ایرانی یا یه صرافی خارجی دیگه از حالا اون دستایی که ما معرفی میکنیم یا اونایی که خودتون دارید باش کار میکنید میتونید در واقع پولاتون و رو ارز دیجیتالتون رو جابجا بکنید اونجا دوستان یه نکته‌ای رو هم بهتون بگم بارها گفتم این بارم توی این ویدیو هم بهتون میگم نگهداری پول برای بلند مدت فقط توی کیف سخت افزاری که اتفاقا هفته آینده چند روز دیگه بعد از این پست من براتون یه آنباکس دارم از یکی از کیف پول های سخت افزاری که حالا اگه دوست داشتین میتونین ببینی بعد کیف پول های نرم, افزاری که مورد خیلی زیادی هست حالا تراس, و... تراس ولت جز معروف تریناشه و کوینومی هست زیاد موارد زیادی هستن معمولا هم از لحاظ اعتباری اونایی که توی ده تای اولا از لحاظ اعتباری و در واقع اطمینانی در حد بالایی هستن و در نهایت اگر که میخواید خرید و فروش بکنید میتونید مبلغی رو داخل صرافی بذارید ولی این ریسک رو هم باید بپذیرید دیگه چون توی صرافی بایننس این ریسک وجود داره صرافی ایرانی کمتر ریسک وجود داره ولی خب مثلا کریپتولند هم دیدیم چه اتفاق بهش افتاد در هر صورت شما این ریسک رو دارید امیدوارم این ویدیو به درتون خورده باشه اگر مشکلتون حل نشد حتما دایرکت بدید که ما بررسی بکنیم ببینیم چطوری میشه این مشکل رو کامل حل کرد و دیگه شما براتون مسئله پیش نیاد حتما پستای بعدی رو هم ببینید اگه دوست داشتید این پست رو با بقیه هم به اشتراک بذارید دوستتون دارم خدا نگهدار